دوازدهم مرداد ماه 1397 خورشیدی و سوم اوت 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به عملکرد سیمای جمهوری اسلامی ایران. پرده آخرم آخر برنامه خواهیم داشت. درباره تقدیمی این هفته یه مقدمه عرض کنم خدمتون. خبرگزاری خانه ملت نوشته رسول خضری نماینده مجلس میگوید در یک سال اخیر فقر مطلق در کشور از 12% به 50% افزایش یافته است و نرخ خط فقر به نزدیک 6 میلیون تومان رسیده است. چند درصد از جمعیت شاغل کشور درآمد ماهانه‌شون بالای 6 میلیون تومانه؟ خودشون میگن، الان خوندم خدمتتون، 50% جمعیت 80 و چند میلیونی کشور در فقر مطلق زندن. یعنی آزادی، استقلال، همه اینا سرشو بخوره، نون شب ندارن. این آمار حدود 40 میلیون نفر نون شب ندارن آماری است که خودشون دارن میدن امروز، نه رسانه های معاند و آمریکا و اسرائیل و نه فلان و فلان و فلان. یک راننده کامیون چقدر درآمد داره؟ حتی اکثر بتونه 2 میلیون تومان در بیاره در بهترین شرایط در ماه، یعنی 3 برابرش رو اگه در بیاره تازه رسیده به خط فقر. این وضع به جایی رسونده که امروز میبینیم برای اولین بار تو جمهوری اسلامی اعتصاب و تظاهرات، اومدن مردم کف خیابون علیه گرونی و وضع موجود همزمان شده با هم دیگه. دور دوم اعتصاب راننده های کامیون بعد از دور اول که 2 ماه پیش 10 روز اعتصاب کردن، این بار هفته دوم رو هم پشت سر گذاشته. روشنترین نتیجه اعتصابی که حاصل بی‌لیاقتی مسئولان در اداره کشوره شاید این باشه که داریم میبینیم که بنزین به جایگاه ها نمیرسه. این دیگه همه میبینن. اهمیتش این است که همین اعتصاب اهمیتش اینه که مردم از تکرار روزمره پذیرش وضع موجود در میره، تکونشون میده. کلن همینه، بابون سرم همینه، تماشا کنید. این هفته تظاهرات از کرج و اصفهان شروع شد. دهم مرداد اصفهان، مال کرج بود. دهم مرداد اصفهان، شلیک گاز اشک‌آور و درگیری پلیس ضد شورش با مردم. آ بزنیدش، آ بزنیدش. دعوا شد، دعوا شد. والا. مامور. دعوا شد، بلم دعوا. مرد باشه. مردم دیگه با نمیستن کتک بخورن.
کرج موتور و ماشین مامورا رو آتیش میزنن، اصفهان لاستیک آتیش میزنن، خیابون رو میبندن تا جلو پیشروی مامورا رو بگیرن. پیش زدن موتورهای پلیس 10 مرداد گوهردشت. بله، دیروز پنجشنبه کرج و اصفهان ادامه داشت و گسترده تر شد. نجف آباد، شاهینشهر، عراق، ساری، مشهد، کرمانشاه، شیراز و چند نقطه تهران شلوغ بود. دیشب هم همینطور و پنجشنبه شب، و مردم شعار میدادن علیه حکومت، علیه گرانی، برای جلب حمایت کسانی که هنوز نیامدن کف خیابون. ببینین، از دی 96 تا حالا تظاهرات پراکنده ادامه داشته، چون این وضع برای مردم تحمل پذیر نیست، برگشت پذیر هم نیست. خامنه ای اوائل انقلاب، قبل از اینکه رهبر بشه و همه نهادهای قدرت زیر عبای خودش بگیره و ثروتش بشه 95 میلیارد دلار فقط از ستاد اجرایی فرمان امام، حرفایی میزد که همین شعار مرگ بر خامنه ای تظاهرات امروز مردم رو خیلی واضح توضیح میده دلیلشو. تقدیمی این هفته به سید علی خامنه ای. اون کسی که پول داره از بیت المال میگیره که گرانی رو نمیفهمه. اون وقتی هم که بگن مردم کم مصرف کنید تا یه اندازه گرانی بشکنه، باز اینا کم مصرف میکنن. اونا مصرفشون روز به روز زیاد میکنن. بیکاری مال اینها، گرانی مال اینها، سختی مال اینها، باطره اقتصادی ضررش مستقیما متوجه توده مردم. آخرش هم هیچ کاره مملکت، پولشون رو بدن به این مسئول و اون مسئول بخورن و به ریش انقلاب و این مردمی که برای انقلاب جان دادن و خون دادن بخندن. بله، صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو خودشون بهش میگن رسانه ملی. رسانه معنیش روشنه، یعنی وسیله اطلاع رسانی. همه میدونن چقدر مردم به صدا و سیما و خبراش اعتماد دارن. ببینین، همین بی اعتمادی مردم نشون میده که این وسیله یا کارشو درست انجام نمیده، یا از اول قرار نبوده که یک رسانه باشه. کارش، حرفش از اول قرار نبوده اطلاع رسانی درست به مردم باشه، یعنی به معنی شناخته شده وسیله‌ای که وظیفه اطلاع رسانی به مردم رو داره. صدا و سیما از اول قرار بوده است که یک وسیله تبلیغاتی باشه برای حکومت، مهمترین وسیله تبلیغاتیش، و انحصاری است، یعنی هیچ رادیو تلویزیون دیگه‌ای نباید وجود داشته باشه. حکومت میتونه رادیو تلویزیون داشته باشه، ولی مردم نمیتونن. بخش خصوصی وجود نداره در این زمینه. مجوز به هیچ کس نمیدیم برای این کار. همین رسانه ملی است. ملی یعنی چی؟ اصلا اگر رسانه میتونه تریبون کل مردم یک کشور باشه با این همه تنوع فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و عقیدتی و دینی و مذهبی، کجای دنیا غیر از کره شمالی و ایران امروز انصافا فقط یه دونه رادیو و تلویزیون دارن، اونم مال حکومته؟ و نه در ایران، نه در کره شمالی، هیچ کدوم وسیله اطلاع رسانی به مردم نیستن، فقط دستگاه تبلیغاتی حکومت. نتیجه چی میشه اون وقت؟ نتیجه این میشود که در نظرخواهی از مردم، نظرخواهی که خودشون کردن، بیش از 32% پاسخ دهندگان اصلا برنامه های صدا و سیما رو نمیبینند. یعنی از هر 3 نفر جمعیت ایران یه نفرشون اصلا نگاه نمی کنند صدا و سیما رو، و 31% هم کمتر از 1 ساعت برنامه های صدا و سیما رو دنبال میکنند.
بر اساس این نظرسنجی حدود 4% از مردم مشتری سیما و صدا و سیما هستند، فقط 4% که بیش از 5 ساعت خود را با برنامه‌های تلویزیونی پر می‌کنند. خب و بیش از 70% مردم با طبق گفته خودشون شبکه‌های ماهواره‌ای رو نگاه می‌کنند. غیر از برنامه‌های سرگرم کننده، اطلاعات و اخبار رو از شبکه‌های ماهواره‌ای می‌گیرن مردم. چرا یکی از شعارهای مردم تو تظاهرات که از دی ماه تا حداقل مکرر میشنوین تو خیابونا، ننگ ما صدا و سیمای ماست؟ اینه. بله. الو شبکه خبر. بفرمایید. آقا ببخشید، من سپردگزاران مؤسسه مجاز کاسپیان هستم، فرشتگان. خب تا الانم توی شعبه بودم، از صبح نشستم تو شعبه تا الان. شما که توی شبکه خبر زیر نویس میکنید خبر خوش برای نمیدونم فرشتگان، الان برن پولشون رو بگیرن از دهم، من میخوام ببینم این اخبار کذب و شما چرا به خورد ملت میدین. مامانم زنگ زده از صبح که برو پولتو بگیر، بابام زنگ زده، فامیلا زنگ زدن، چون همه در جریان بیچارگی و بدبختی من هستن. از صبح همه زنگ زدن که برو پولتو بگیر، من رفتم اونجا تو شعبه نشستم، شما خبر زیرنویس میکنید. تا کی میخواین اینقدر دروغ به خورد ملت بدین؟ این همه فیک اومد، پیدری اومد توی صدا و سیما، باش مصاحبه کردیم، فقط دروغ و دروغ و دروغ به خورد مردم داد. ما گفتیم یا اونا گفتن؟ اونا گفتن، شما پخش کردین، چه فرقی میکنه؟ ما وظیفه‌مون پخش کردیم، چون وظیفه‌تون اخباری که بدون این که بدونید درست یا غلط پخش بکنید. بالاخره این ملت یه وقتی با هم متحد میشن، پدر همتون رو در میارن. واقعا صدا و سیمای ما ننگ ماست، به قرآن ننگ ماست. شما هموطن ما نیستی، شما به عنوان یه دشمنی الان توی این مملکت بر علیه مردم بدبخت و مظلوم که میدونین دست کردن تو جیب مردم، غارتشون کردن، الان هم اخبار کذبشون رو به راحتی انتشار میدین تو صدا و سیما. مردم رو بدبخت کردن، بیچاره کردن، یک طرفه همیشه صدای اونا رو پخش کردین از رسانه هاتون. یک بار یک دفعه از شهرونداتون که تحصن کردن 32 روز 32 شبانه روز جلوی قوه قضاییه رفتید بپرسید چه مرگشونه؟ بله، اصلا هیچ توضیحی لازم نداره. همین نکته ای که این خانم میگن، که یکی از نکاتی که گفتن که آیا شما تحقیق میکنین که خبر درسته یا نه بعد پخشش کنین، این اصلا مطلقا صدا و سیما با این شیوه کار بیگانه است. اصلا هم چیزی وجود نداره، چون خودش میسازه خبر رو، خودش میسازه. تو پخش خبر کشف مومیایی منصوب به رضا شاه پهلوی تو شاه عبدالعظیم همین اواخر چند ماه پیش دیدیم جسد در جریان خاک برداری از اون منطقه کشف شده، عکس و تفصیلاتش همه جا هست. سیمای جمهوری اسلامی میاد مثلا بعد از 24 ساعت خبرش پخش کنه، در طول 24 ساعت بعد 3 جور گزارش میده. مومیایی در کار نیست، در حالی که رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران خبر کشف یک مومیایی در طرح توسعه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی رو تایید کرد، اما مسئولان آستان تکذیب کردن و میگن اولا کندکاری در منطقه یکی از قبرستان‌ها بوده، ثانیا جنازه کشف شده اصلا مومیایی نیست. این در حالیه که در فضای مجازی شایعاتی درباره هویت جنازه مطرح شده بود که این جنازه مومیایی متعلق به آخرین خانواده سلطنتی حاکم بوده. خبرهای ضد و نقیض درباره پیدا شدن یک مومیایی در شهر ری، با اینکه دیروز روابط عمومی آستان حضرت عبدالعظیم علیه السلام خبر کشف جسد مومیایی در طرح گسترش و توسعه بخش غربی آستان را رد کرد، رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران گفته جنازه پیدا شده مومیایی بوده و حفاری‌های طرح توسعه آستان به علت پیدا شدن این مومیایی متوقف شده است. مدیر کل روابط عمومی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با تکذیب خبر کشف جسد مومیایی در طرح توسعه ضلع غربی آستان گفت در این منطقه که پیشتر قبرستان بوده حفاری انجام نشده و با کندن بخشی از زمین بقایای یک جسد طبیعی دیده شده است. چی بگی آدم؟ 3 جور؟ واقعا چی بگی؟ 3 جور گزارش کاملا مغایر هم، مبهم، نقل قول از این و اون. به جای اینکه دوربین صدا و سیما همون موقع که خبر اولیه منتشر میشه
میپیچه تو جامعه، خاک برداری هم که شده بوده، دوربین رو برداره بره تو محل. این کار یه رسانه است. از همونجا گزارش بده و از اینجوری این جسد این فلان رو با صدا و سیما. قصدش فقط انتشار مثلا خبر به نحوی است که مردم و سر یه خبر مهم به ویژه که به نفعش هم نیست گیج کنه. اینو میگن ضد خبر، ضد آگاهی، ضد اطلاعات مردم. خیلی جاها سیمای جمهوری اسلامی میشه دقیقاً میشه بازجو. سربازبان استقلال به خاطر یک عکس خارج از عرف به کمیته اخلاق احضار شده بود. اگر به خاطر یه دونه عکس قرار باشه منو محروم کنن، من نه اعتراضی دارم نه چی. همینجا خدمت شما میگم از این فوتبال خداحافظی میکنم. خداحافظ. خداحافظ. این یه عکسی که ایشون میگه عکس با خانومیه با پوشش نامناسب، یعنی رفتاری مغایر با فرهنگ و اعتقادات ما. سؤاله که چطور آقای رحمتی که باید در چارچوب اخلاق و رفتار یک ورزشکار باشه حاضر نیست حتی راجع به این موضوع توضیح بده، و جالبتر اینکه کمیته اخلاق هم ساده از کنار ماجرا گذشت. به کی توضیح بده؟ به تو توضیح بده؟ به وزارت اطلاعات توضیح بده؟ چه میدونم به سازمان اطلاعات سپاه توضیح بده؟ به کی توضیح بده؟ اصلا تو چه کاره؟ انصافا این بابا که داره گزارش میده بازجو یا مثلا گزارشگره؟ البته این شخص رو حالا بعداً می‌بینین. این آدم اطلاعات، یکی از آدمای اطلاعات در صدا و سیما، دیگه این پیشونی سفیده، این و رفیقش، حالا خواهید دید در گزارش دیگه. ولی فراوان است، یعنی این سیاست حالا داره درباره این آدمو پیش می‌ره. این آدمو نباشن، این سری آدم دیگه، این سیاستی است که داره پیش می‌ره. گزارش‌ها و خبرهای صدا و سیما کلاً توی چهار حوزه کلی میشه باید گفت که تنظیم میشه. یک، انتخاب و تنظیم خبر که هدفش عادی نشون دادن اوضاع اقتصادی اجتماعی جامعه است. همیشه همه چی خوبه و از این حرف. هر شب میبینین دیگه بغل خونتون دارن میگن مرگ بر گرانی، تلویزیون رهبر معظم انقلاب داره بازار پر رونق و خریدارای خوشحال رو نشون میده. دو، سانسور مطلق خبر اعتراضای اجتماعی و سیاسی، سانسور مطلق انتقاد از وضع موجود و از مسئولان. خبر اعتراضا رو شما فقط از شبکه اجتماعی، از ماهواره میگیرید، از همین صدای آمریکا و بی بی سی و چند تا کانال تلویزیونی دیگه در خارج از ایران و شبکه اجتماعی مثل آمد نیوز و دیگران. اینا خبرها رو اینجا میگیرین دیگه. سه، پخش اعتراف‌های اجباری که حالا بهش اشاره خواهم کرد، و چهار، تخریب چهره مخالفان و گروه‌های مخالف نظام. در هر چهار زمینه‌ای که عرض کردم صدا و سیمای جمهوری اسلامی مطلقاً یک رسانه نیست، بخشی است از یک سازمان اطلاعات و امنیتی، از سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که از نظر سازمانی زیر نظر رهبر معظم است و از نظر اجرایی اطلاعات سپاه توش دست بالا رو داره. میگم مال سازمان اطلاعات کشوری که توش اطلاعات سپاه دست بالا رو داره، همش هم زیر نظر بیت. سخنرانی ها و حتی مصاحبه ها با مسئولان حکومت به یک اشاره آقا حذف میشه. یعنی اینقدر متمرکزه. فراموش کنیم ماجرای رسانه رو، حالا اینکه چجوری اداره میشه، اینقدر متمرکز از بیت اداره میشه. حتی سخنرانی های مثلا روحانی بارها دیدیم حذف شده. یکیشو که الان براتون کوتاه نقل میکنیم، بارها دیدین اولا سخنرانی وسطش پسان قطع شده و طرف میره مصاحبه میکنه با یک مثلا وزیر، اعلام هم میشه میخوایم پخشش بکنیم، از بیت دستور میاد پخش نکنیم. نمونه ببین، مصاحبه داشتیم با جناب دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمون که مسئولان سازمان صلاح ندونستن که امشب این گفتگو متاسفانه پخش بشه. انشاءالله در اولین فرصت این گفتگو رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یه عذرخواهی از به شما من بدهکارم بابت اینکه به هر حال منتظر بودید که این گفتگو رو امشب تماشا بفرمایید. از آقای ظریف خیلی تشکر می‌کنم، عذرخواهی می‌کنیم از ایشون و انشاءالله در اولین فرصت بستری فراهم بشه که این گفتگو رو تقدیم حضورتون بکنیم، گفتگوی ورزشی که با جناب آقای محمد جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمون انجام شده. مکرر دیدین دیگه این بازی‌ها رو.
حال چرا پخش نکردن؟ ترس از مردم که مبادا فلان حرفو بشنوند که الان وقتش نیست یا اصلا نباید بشنوند. صلاح مردم هم که رهبر میدونه دیگه. میخوان ببینین یه گزارش خبری مثلا از جامعه بدن، یه گزارش اجتماعی درباره چگونگی رفتار با خنددار واقعا، ولی توجه کنید، درباره چگونگی رفتار با سگ‌ها، با حیوانات خونگی تو خیابون. از همون کلمه اول به جای گزارش دادن قضاوت میکنن، تحمیل میکنن، میگه سگگردانی پدیده ای مذموم. اومده گزارش خبری بده. سگگردانی پدیده ای مذموم که در جامعه رخنه کرده و هزینه های سنگینی رو هم به دنبال داره. گزارش همکارم هنرور رو هم ببینید. که حیوانشون رو به کوچه و خیابون برای هواخوری میبرن دیدین. یه شب در میون میبرمش بیرون شبا. افرادی که با خودخواهی تمام فضای عمومی رو تصاحب میکنن. تعبیر رو دیدین. چرا اینجوریه؟ چون آخون میگه حیوان خونگی بده. روحانیت حاکمه دیگه. بعد مصاحبه هاشون با مردم هم یه طرف دیگه این فاجعه است. دوربین رو وقتی میبرن بیرون داریم میبینین عکسار دیگه، یا فقط چیزی رو که به نفع نظام مقدسه پخش میکنن، یا اگه بتونن کاغذ میدن دست طرف جواب روش نوشتن اونجوری که میخوان، میگن از روی جواب بخون تا ما فیلم بگیریم. این نمونه هایی که دیدین، وقتی پخش میشه یعنی خبرنگار صدا و سیما مثلا به این صورتی که در حال گرفتن مصاحبه با یک شهروندی است که اتفاقی بهش برخورده، بارها دیدین. حالا یک نمونه شو ببینیم. اینجا میدون توپخونه است. چند تا از این دوستای عزیز خبرنگار صدا و سیما اومدن دارن گزارش تهیه میکنن. بعد این جالبه، هر کسی که رد میشه یه متن بهش میدن، از روی اون متن میخونه. من خودم رفتم پایین که یعنی متوجه بشم که این کاغذه چیه که به مردم میدم. باید بیدم که روش، یعنی من خودم هم جای یکی جا زدم که برم اونجا مصاحبه بشم. بعد دیدم رو اون کاغذه نوشته که نمیدونم ما در انتخابات شرکت میکنیم و نمیدونم از این جور شعارهای مذهبی و انقلابی و اینا توش بود که حالا خیلی هم خاطرم نیست چیا نوشته بودم، ولی نوشته بودم پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری ما باید در انتخابات شرکت کنیم و این چیزا بود. این فیلم مال سال 92 بود. یکی از بزرگترین اهانت‌هایی که سیمای جمهوری اسلامی به بیننده میکنه پخش مثلا فیلم‌های خبریه که یه اتفاقی افتاده، بعد مثلا حال دیدن که در کشورهای دیگه به ویژه کشورهای غربی فیلم، البته الان دیگه همه جا هست انصافا با توجه به اینکه همه دوربین موبایلشون همیشه کار میکنه که حادثه رو در همون لحظه میگیرن. خب اینا اومدن مثلا فیلم خبری تهیه میکنن، میگم مکرر دیدین، من فقط نمونه هایی میارم میخوام یه جنبندی بکنم. فیلم خبری تهیه میکنن تو استودیو یا چه میدونم تو کوچه عمشون، بعد بسیار ابتدایی و حتی کودکانه میسازن یه چیزی رو، بعد به عنوان فیلم عملیات دستگیری مثلا یک باند تروریستی یا مثلا فلان تکفیری پخش میکنن. یه نمونه ببینیم، توجه بکنید، کوچه خلوت، هیچ خبری نیست، ساکت، وسط روز، آفتابی، چند تا پلیس میپرن پشت در یه خونه، این بر اونور نگاه میکنن، هیچ کی نیست، هیچ صدایی نمیاد، در رو با میکنن، یواش میرن تو، بعد هم فکر میکنن، خب دیگه باید مثلا از اون بر مسلسل فلان، بعد میرن تو گوشه ی اتاق خالی از وسایل خونه، یه بابای خوابیده، تروریست رو دستگیر میکنن. بچه مدرسه یا بهتر از اینا میتونن فیلم درست کنن. ببین، هدف گذاری تروریست ها برای عملیات در 50 نقطه، جزئیات تازه از خونسازی بزرگترین توطئه تروریستی تکفیری.
کمتر از 24 ساعت بعد از اعلام رودست اطلاعاتی به تروریست‌های تکفیری، وزیر اطلاعات جزئیات و تصاویر بیشتری از این ماجرا را رسانه‌ای کرد. علوی با اشاره به اینکه طی عملیات یک هفته ای 10 تروریست تکفیری وهابی در تهران و 3 استان مرزی و مرکزی کشور دستگیر شدند، گفت روند پیگیری‌های اطلاعاتی و عملیاتی در داخل و خارج از کشور همزمان ادامه دارد. اونطور که وزیر اطلاعات گفته تروریست‌ها با شناسایی 50 هدف انفجاری عملیاتشون رو در قالب بمب‌گذاری و عملیات انتحاری با هدف انفجار در مراکز تجمع و پرتردد مردم برنامه‌ریزی کرده بودند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان ناکام بود. ببینین دیدین دیگه، چهار تصاویری از عملیات این بازسازی نبود ها، این فیلمی بود که وزارت اطلاعات مثلا در اختیار صدا و سیما گذاشته بود، گفت دیگه گوینده، حالا من دیگه تکرار نمیکنم. به چی تون آخه باید اعتماد بکنن مردم؟ اصلا معلوم نیست اون 50 نفری که میگین وجود خارجی داشته باشه، اصلا معلوم نیست، اصلا معلوم نیست که شما اینو اومدین چپوندین توی صدا و سیماتون مردم نگاه کنن به دلیل اینکه حواسشون مثلا از فلان موضوع پرت بشه اینو ببینم. من دقیقا نمیدونم این در چه روزی پخش شد. قاعدتا اینجوریه دیگه، قاعدتا اینه کارتون. شما که گزارش نمیدین، خبر نمیدین، که یه چیزی رو میایین علم میکنین، حالا اینجا اومدین کارتون درست کردین از مثلا دستگیری 50 نفر تروریست فلان سیستم، چهار تا کیسه آشغال انداختین اون گوشه مثلا فیلم گرفتین. چی بگم؟ ببینین یه نکته بسیار مهم دیگه هم داره صدا و سیما که شاید بهش توجه کرده باشین، در رابطه با پخش محاکمه فعالان سیاسی و مدنی. هیچ دادگاه علنی البته در مملکت برگزار نمی شود که از تلویزیون بخواد پخش بشه، فقط اونایی پخش میشه یا مثلا علنی میکنن دادگاه رو که از پیش سناریوش نوشته شده. یک نمونه بارزش جلسات علنی دادگاه متهمان به قول امام خامنه ای فتنه 88 که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، نتیجه فشارها و شکنجه ها علیه رقبای اصلاح طلب حضرات بود که به اسم حزب مشارکت و امثال اون میگفتن نتیجه انتخابات قبول نداریم و تقلب شده. همون زندان کافی بود که اینا بیان اعلام ندامت کنن. این صحنه های به اصطلاح دادگاه و صدا و سیما پخش کرد چون پروژه رهبر معظم نظام بود. ولی میاد صدا و سیما یه بار فقط میاد صحبت های نرگس محمدی رو پخش کنه که فقط به دلیل دفاع از حق زندگی کردن جوانایی مثل ستار بهشتی تو زندانه، سالها زندانه. یک بار نسرین ستوده وکیل شناخته شده بین المللی رو صدا و سیما میره باش مصاحبه کنه که بگه چرا پروانه وکالتت یک دوره لغو شد و الان هم تو زندانی. ولی محاکمه فرمایشی خودیایی که خواستن فتنه کنن و بعدم اظهار ندامت کردن برای اینکه رقبامونو خورد کنیم نشون میدیم. این سیمای جمهوری اسلامی. هرچی هم بودجه بخواد رهبر معظم بهش میده، هرچی بخواد. مهمترین بازوی تبلیغاتی این نظام فاشیستی تو این اوضاع ارضی مملکت، تو این وضع فقط یه قلب 100 میلیون دلار بودجه ارضی رو پیشوا میده به صدا و سیما. جوالی به طور شخصی مسائل رو رفع و رجوع می‌فرمایید، در حالی که باید به طور شفاف مشخص بشه در چه مواردی حضرت آقا عز میدن. آیا به عنوان مثال 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای صدا و سیما که باید یک در واقع ذخیره‌ای باشه برای من در واقع نسل آینده، چه توجیهی داره که ما 100 میلیون دلار بودجه ارزی رو بدیم به صدا و سیما؟ حالا ببینید جناب. بله، صدا و سیما به عنوان حقوق بگیر از رهبر معظم و به عنوان بازوی تبلیغاتی سازمان اطلاعات این نظام مقدس، یکی از کارهای مهمی که داره زدن مخالفان و منتقد هاست. این هاست کاراش، بجا خبر رسونیه. درست بزا بجا خبر رسونی. دهه 70، این که میگم زدن مخالفان و منتقد که وظیفه اصلیشه، یعنی همون بازوی وزارت اطلاعات، دهه 70 متمرکز بود رو پخش اعترافات اجباری حاصل شکنجه علیه هواداران گروه‌های سیاسی، علیه نویسنده‌ها و روشنفکرها و یه آدم متشخص اهل فکر و فرهنگ. اومدن یه سریالی پخش کردن، سریال هویت. وزارت اطلاعات دوره رفسنجانی، علی فلاحیان و معاونش سعید امامی یه عده از نجیب‌ترین روشنفکرای مملکت رو گرفتن، زدن، شکنجه کردن و با تهدید ازشون اعتراف گرفتن که بگن
چه خلافهای سیاسی و اخلاقی مرتکب شدن و بیشترش هم پخش کردن. از همین صدا و سیماشون اون موقع رئیسشون علی لاریجانی بود، همین که الان رئیس مجلسه، و با اصرار او به گفته احمد پورنجاتی پخش شده. احمد پورنجاتی هم اون موقع معاون صدا و سیما. گفتم مهم نیست اصلا کی، افراد واقعا الان به ویژه دیگه داره نشون میده که افراد مهم نیست که ما بگردیم با ذره‌بین بگیم که علی لاریجانی بده، اون یکی خوبه، اون یکی اصلاح طلب، اون یکی فلان. و من تکلیف و مردم هم روشن کردن. خود این نهاده، علی لاریجانی نباشه پسر خالش این کارو میکنه. اینه وظیفه صدا و سیما. همون موقعی که این برنامه هویت داشت پخش میشد، که واقعا شرم‌آورترین برنامه سیاسی سیمای جمهوری اسلامی بود، وزارت اطلاعات اون موقع داشت ترور میکرد از اعضای کانون نویسندگان ایران، از حزب دموکرات کردستان ایران، فریدون فرخزاد میزد، همون موقع سلاخی میکرد. همون موقع این ترور ها میشد که وظیفه تیمای عملیاتی وزارت اطلاعات بود. این اعترافام در قالب مثلا برنامه هویت و غیره باید تنظیم و پخش میشد که وظیفه صدا و سیما بود. همزمان اینا پیش می‌رفت. توی 10-12 سال گذشته مخصوصاً با حضور شبکه‌های اجتماعی، تیمای اطلاعاتیشو جمهوری اسلامی تقویت کرده واسه دروغ پراکنی. خبر دروغ منتشر می‌کنه، با اهالی رسانه در خارج تماس می‌گیره و اطلاعات غلط بهشون میده. در یک کلام می‌خواد به اعتبار رسانه‌های مستقل لطمه بزنه. یه سری آدم خودش می‌فرسته خارج از کشور، میان فلان کانال تلگرامی رو می‌زنن، فلان می‌کنن، با این اون مصاحبه می‌کنن. بریم میبینیم دیگه از من نخواهین اسم میگم. و آدم های مطرح عرصه رسانه رو که میدونه مردم بهشون اعتماد دارن سعی میکنه حذف کنه. علیه کسی که میخواد حذف کنه شروع میکنه با حاشیه سازی تا لااقل یه دست جوان های حزب‌اللهی باور کنه. بعد یواش یواش پروژهش رو گسترده تر میکنه تا جایی که سراغ خانواده های این چهره های رسانه مستقل میره، چون داره از اینا حسابی لطمه میخوره. تو عصر ارتباطات نمیشه با رسانه و خبرنگار در افتاد، باید حذفش کرد. ترور هم که در 12 سال غرب ممنوعمون کرده، چیکار کنیم؟ ترور شخصیتی میکنیم. اردیبهشت 92 بود که سیمای جمهوری اسلامی اومد یه مثلا گزارش پخش کرد از تجاوز گروهی جنسی به مسیح علی نژاد. شنیده شده چند شب گذشته یکی از مهره‌های رسانه‌ای فتنه‌گران که چند وقتی سعی در اخفال زنان و دختران ایرانی برای کشف حجاب داره، به دلیل مصرف مواد روانگردان با حالی نامساعد در یکی از خیابان‌های لندن اقدام به کشف لباس کرده و در همین هنگام هم از سوی 3 نفر از اشرار اون منطقه در مقابل چشمان فرزندش مورد تجاوز قرار گرفته. هرچند سعی شده خبر این ماجرا با پادرمیانی مسئولان بی بی سی و لابیگری اونا با پلیس لندن به بیرون درز پیدا نکنه، اما به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بازتاب فراوانی هم تا کنون داشته. این فرد در زمان حضور خود در ایران هم به دلیل فساد اخلاقی از حضور در صحن مجلس به عنوان خبرنگار محروم شده بود. این که میگه این فرد فلان به دلیل فساد اخلاقی محروم شده بود از حضور در مجلس، اونجا که ما خبر داریم مسیح علی نژاد دیگه تو مجلس را ندادن. خبرنگار پارلمانی فکر میکنم اون موقع اعتماد یا ایلنا بود، را ندادن به مجلس دیگه. چرا؟ چون برای اولین بار در خبرگزاری ایلنا در گزارشی فاش کرد که نماینده های مجلس نفر 1,000,000 تومان رشوه گرفتن. درود بر شما خانم علی نژاد، خوش آمدین به برنامه صفحه آخر. خانم علی نژاد، چه اتفاقی؟ اصلا اتفاقی که کاری ندارم، چی بود این ماجرای گزارش لندن؟ ببینید، من فکر میکنم که چیزی که الان میخوام بگم رو میلیون ها زن درک میکنن. زمانی که یک جامعه مردسالار، یک حکومت مردسالار از یک زن میترسه، اولین کاری که میکنه به جای اینکه اندیشش رو نقد بکنه، به جای اینکه تفکرش رو نقد بکنه، به جنسیتش حمله میکنه.
منم همین اتفاق برام افتاد. یعنی زمانی که در مجلس شورای اسلامی بودم، وقتی پاداش و مزایا و فیش حقوق نمایندگان رو منتشر کردم، اولین انگی که به من زدن گفتن فاسده، گفتن با این و اون سیغه بوده و تونسته فیشای حقوقی نمایندگان مجلس رو بگیره. من این رو همون موقع تو کتاب تاجخارم نوشتم که از دیدگاه اینها مهم این خبری نبود که منتشر کردم، مهم این بود که یک انگی بزنن تا بتونن من رو بدنام بکنن. موفق نشدن. وقتی اومدم خارج کشور و کمپینی رو راه انداختم که تمام آزادیهایی که جمهوری اسلامی یواشکی کرده بود رو زنا علنی بکنن و در موردشون حرف بزنن، بازم به جای اینکه کمپین رو نقد بکنن اومدن حمله جنسی کردن که 3 مرد بهش تجاوز کردن. شما ببینید در مجلس شورای اسلامی گفتن با چندین نفر سیغه بوده، اومدن بیرون گفتن چندین نفر بهش تجاوز کردن. اینا اصلا منو چی فرض کردن؟ یعنی فکر میکنن من چقدر، حالا جدای از اینکه اینا دروغه، فکر میکنن مثلا من چقدر دیگه توانایی دارم که خب من میمردم اگر این همه روابطی که اینا میگن رو داشتم یا این همه به من حمله جنسی میکردن. یعنی تصورشون، چون توی ذهنشون اینه که همیشه به آدما یا تجاوز میکنن یا سیغه میکنن یا حمله های جنسی میکنن، و تو ذهنشون همیشه دارن زن رو فقط یک ابژه جنسی میبینن، فقط زن رو یک، میدونین خودشون مثل آلت‌های سرگردان همیشه در حال تحریکن، برای همین زن رو هم فقط به عنوان یک ابزار جنسی نگاه میکنن. به ما هم اینطوری حمله میکنن. فقط هم برای من اتفاق نیفتاده، قبل از من در تاریخ نگاه بکنید به زنان متعدد دیگری همین اتفاق افتاده که یا از دیدگاه اونها روسبی و فاحشه بودن. ببینید در لندن اصلا اتفاقی نیفتاد. اینا از کجا آوردن این داستان؟ یه چیزی رو به شما بگم آقای فلاحتی، من آدم قویم، یک زمانی گریه کردم پایین گزارشا، ولی الان انقدر قدرت پیدا کردم که بهشون بگم اگر در لندن به من تجاوز شده بود، انقدر من آدم محکمی هستم که برم و تمام در واقع کسانی که در لندن مسئول هستن رو به نه بی تردید اینا که به چالش بکشم. اینا نمیدونن که اگر یک زنی مثل من بهش تجاوز شده بود، اولین کسی که صداش بلند میشد خود من بودم. تجاوز نه، یک تعرض ساده هم طرف باید صاف بره زندان حداقلش و بعد محاکمه بشه. نه، من منظورم اینه که این خبر رو میگین ساختگی. این خبر ساختگی که قطعا ساختگی است، از کجا در اومده؟ میخوام ببینم آیا مثلا حزب اللهی رو تو لندن همون سال 92 شما دیدین مثلا دعواتون شده باشه مثلا اینا، یا مطلقا از بیخ داست بسته است؟ نه، اینا داستان سرایی، همونطور که به شما گفتم که در طول تاریخ این اتفاق افتاده. زنان رو برای اینکه ساکت بکنن همیشه سعی میکنن اونها رو شرمنده و شرمسار بکنن، همیشه سعی میکنن اونها رو به لحاظ در واقع جنسیتی به انزوا بکشونن و تحقیرشون بکنن. البته رد نمیکنم که در بسیاری از مواقع جواب داده، آدمها رو زخمی کردن، ولی الان دیگه اون دوره گذشته. ببینید من یه مثال ساده براتون میزنم. زمانی که گفته بودن به مسیح علی‌نژاد تجاوز شده، من حتی مادر خودم که سنتیه و در یک روستا زندگی میکنه و خب شبکه‌های اینترنتی که نداره، تلویزیون نگاه میکنه، غمگین شد، شکست، ناراحت شد. ولی الان هزاران خبر تلخ و هزاران خبر جنسیتی دیگه منتشر میکنن. امام جمعه ساوه در تریبون امام جمعه میاد اعلام میکنه که مسیح علی‌نژاد و زنان کمپین چهارشنبه سفید فاحشه هستن. تلویزیون جمهوری اسلامی میره سراغ بخشی از خانواده‌ام که با من تفاوت عقیده دارن و اونها رو میاره که اعلام دراحت بکنن. میرسیم به این موضوع. خب میخوام بگم الان حتی مادر من که یک زن سنتی روستایی قوی شده و این در واقع اخبار رو پس میزنه، نمیاد توی این شو تبلیغاتی صدا و سیما نمیشینه. بنابراین من فکر میکنم الان هر زنی که در واقع میگم منو گوش میکنه میدونه که اینا دیگه نخنما شده به همه زنا تو خیابون دوربیناشون گرفتن در مقابل آدمهای دیگه که به اونها میگن اگر حجاب نداشته باشین خرابین، حجاب نداشته باشین فاحشین، و اونها محکم میستن. صدا و سیما ماها رو قوی کرده با این کار. ببینین من یه نکته رو اشاره کنم. تو صحبتاتون گفتین که مدام روی واقعیت حضور زنان در جامعه تاکید میکنین و همیشه در فضای مجازی هم شما یادآوری میکنین این واقعیت حضور رو. بذارین من یک از پستاتون رو بخونم، روی اینستاگرام گذاشتین بعد منتقلش کردین به فیسبوکتون. بله. که درباره تظاهرات این هفته تو اصفهان و کرج و چند شهر دیگه نوشتین: تظاهرات امروز از همان لحظه شروع مردانه نبود، زن و مرد با هم بودند. در اینستاگرام هم فیلم ها را ببینید. اکثر فیلم هایی که خودم دریافت و منتشر کردم از سوی زنان ارسال شده بود، دیگران را نمیدانم. یعنی زنانی که برای چهارشنبه های سفید فیلم های اعتراضی فرستاده بودند، این بار فیلم های از تظاهرات فرستادند که شانه به شانه مردان برای حقوق دیگری فریاد می زدند. مردمی که برای
نان و آزادی متحد می شوند صدایشان بلندتر خواهد شد و کسانی که حقوق زنان را فرعی می دانند به مفهوم آزادی خیانت می کنند. خانم علی نژاد، یکی از کمپینایی که شما را انداختین و همه می دونیم که بسیار مؤثر بوده است در آشنا کردن عموم مردم با حقوق زنان، با مسئله حجاب اجباری، با مسئله آزادی پوشش و مخالفانی هم داشته است که باز صحبتشو میکنیم، آزادی های یواشکی بود. این از کی شروع شد؟ الان چقدر عضو داره و چجوری پیش میره؟ ببینید، آزادی های یواشکی رو من اول تعریف بکنم. من مثل بسیاری از زنان دیگه در ایران سالها آزادی ها زیرزمینی شده بود. توسط کی؟ توسط جمهوری اسلامی. کجا؟ از همون 7 سالگی که ما رو وادار میکنن که نماد آشکار و ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو روی بدنهای خودمون حمل بکنیم و وقتی وارد مدرسه میشیم باید حجاب داشته باشیم. خب شما از اون موقع بخشی از خانواده ها سنتی هن و فرزندانشون رو وادار میکنن که تن بدن، بخشی از خانواده ها اصلا این توهین به اونها محسوب میشه و توی خونه و یا اجتماع وقتی که پلیس نیست بدون حجاب ظاهر میشدن. بنابراین جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ این آزادی ها رو یواشکی کرد، نه فقط در مورد حجاب، در مورد رقصیدن، در مورد نوشیدن، در مورد اندیشیدن، یعنی کتاب ها ممنوعه شده بود و زیر زمین بود، در مورد آواز خوندن، در مورد هر گونه آزادی فردی که جمهوری اسلامی باهاش مخالف بود، همه منتقل شد به زیر زمین. این رو چه کسی انجام داد؟ جمهوری اسلامی. ولی من همیشه در مورد زندگی شخصی خودم می نوشتم که چقدر این در واقع سرکوب شده بودم. حتی زمانی که طلاق گرفته بودم من توی مجلس به کسی نمی گفتم که یک زن مطلقه هستم. چرا؟ چون بد بود و تصمیم گرفته بودم یه مادر یواشکی باشم. من وقتی که اومدم این خاطراتمو نوشتم که سالها در ایران یواشکی مادری کردم، یواشکی عاشق شدم، یواشکی موهام رو به باد می سپردم، زنان شروع کردن و خاطراتشون رو با من به اشتراک گذاشتن. از اونجا شروع شد که دعوت کردم زنان رو که بیایید و یواشکی هایی که جمهوری اسلامی به شما تحمیل کرده رو علنی بکنید، چون مفهوم یواشکی جمهوری اسلامی رو نمیترسونه. اما وقتی با صدای بلند در موردش حرف میزنیم و جهانیش میکنیم، پایه های حکومتی که در واقع بنیانش گذاشته شده بر سرکوب زنان میلرزه. و اون کمپین آزادی یواشکی از اینجا شکل گرفت که الان 1 میلیون فالوور داره، اینستاگرام من 1,600,000 تا فالوور داره و در توییتر و فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام شما می‌بینید که دیگه من از خاطرات خودم فقط نمی‌نویسم، دیگه ما تکثیر شدیم و زنان دیگه‌ای که اعتماد کردن به این کمپین دارن صداشون رو می‌پرسن و ویدیوهایی که منتشر می‌کنن. همه طبقات جامعه هستن. یعنی چه می‌دونم، این حرفی که این آخوندا می‌زنن، مثلا نمی‌دونم آدمای بی‌درد، نمیدونم بچه قرتی ها، دخترای فلان، اینا نیستن. بله دقیقاً، هم اینا هستن، هم مادران هستن، هم از خانواده‌های کارگر هست، هم از خانواده‌ای. ببینید چهارشنبه های سفید چه جوری شد، از کی شروع شد؟ ولی چه نکته خوبی رو گفتین. من اول به نکته شما یه چیزی رو اضافه بکنم. این که میگید در این کمپین چهره‌های متفاوتی وجود دارن، ولی برعکسش حاکمیت، حالا شما در واقع خیلی صریح گفتین آخوندا میگن اینا فقط یک موضوع لاکچریه، اتفاقا برعکس، زندگی لاکچری و زندگی متفاوت با طبقه کارگر رو خود آقازاده ها دارن. شما نگاه بکنید، موضوع حجاب، موضوعی که در تمام این سالها سعی کردن بگن یک موضوعی که فقط مال طبقه متوسط و طبقه شهریه، دروغه. چون طبقه شهری، طبقه متوسط از طریق حجاب ممکنه بتونه حتی امتیاز بگیره، شغل دولتی پیدا بکنه. ولی شما برید نگاه بکنید بی حجاب ترین قشر کیا هستن؟ روستایا هستن، کارگران هستن. در توی دشت و مزرعه و توی باغهای روستایی که میری، زن و مرد کنار هم دیگه قرار میگیرن و پاچه زن اگر بالا زده شده باشه، مرد روستایی بهش حمله نمیکنه که این داره منو تحریک میکنه. زن و مرد شونه به شونه هم و برابر با هم در روستاها کنار هم دیگه قرار میگیرن و اتفاقا روحانیت، همون آخوندا و همون حاکمیتن که دیوار رو پرده کشیدن و لاکچری زندگی میکنن. در داخل ایران ریاکاری میکنن، خارج کشور گرین کارت دارن، لامبورگینی سوار میشن و شما اخیرا هم میبینید از طریق شبکه‌های اجتماعی داره همه اینا افشا میشه که چجوری عروسی‌های میلیاردی دارن میگیرن. و نکته درستی رو اشاره کردین، این فقط یک ابزار بود برای سرکوب کردن. دوم، چهارشنبه سفید چجوری آغاز شد؟ من زمانی که تو اینستاگرامم
توی الان دارین اینستاگرام نشون میدین، توی فیسبوک هم دیدم که زنان زیادی مشارکت پیدا کردن، دیدم که در طبقه های متوسط و شهرهای مختلف زنان میان و کمپین آزادی یواشکی میپیوندن. احساس کردم که دیگه الان این زنان باید همدیگر رو پیدا بکنن و تنها چیزی که به ذهنم رسیدی بود این بود که یک رنگ رو انتخاب بکنم، چون رنگ به آدم ها کمک میکنه که به قول غربی ها ایدنتیفای بکنن همدیگر، یعنی همدیگر رو با نشانه های مشخص در عرصه‌های اجتماعی در خیابون پیدا بکنن. یک روز رو انتخاب کردم، چهارشنبه رو، و اعلام کردم که در این روز با یک نماد که نماد میتونه دستبند سبز باشه، مردان میتونه لباس سفید باشه، زنان میتونه شال سفیدی برگردن باشه، همه بیان و نافرمانی مدنی خودشون رو نشون بدن. چرا این کار رو کردم؟ شاید خیلی بگن شما فرسنگ ها دور از ایرانین. به خاطر اینکه زنانی که در داخل ایران بودن، اونها داشتن با شجاعت این کارو میکردن و الان وقت این بود که من به کسانی که تصمیم گرفته بودن که علنی نافرمانی مدنی بکنن یه پلتفرم بدم. و چهارشنبه سفید اینجوری متولد شد که زنان و مردان شونه به شونه هم تو خیابون راه رفتن، زنان روسریاشون رو برداشتن در شلوغترین خیابون‌های شهر. مثلا من شیما بابایی رو براتون مثال میزنم که یه زنی که وقتی اعتراض کرد به حجاب اجباری بازداشتش کردن به خاطر اینکه شال سفیدش رو دور گردنش گذاشته بود و در خیابان شلوغ با همسرش راه رفت و فیلم گرفت. من واقعا از وجدان گرفته بودم، ولی همین زن رفت جلوی دادگاه ایستاد و شالش رو برداشت، گفت منو به خاطر چهارشنبه سفید بازداشت کردین، اما با تهدید و با زندان من کوتاه نمیام و با صدای بلندتری به حجاب اجباری نمیگم. بله وقت دارم بگم حجاب اجباری بهانه است یا نه؟ نه، بذارین من یه نکته رو پخش کنم. نه، من یه چیزی میخواستم بگم، منتها اسم شیما بابایی رو آوردین، داستانش منم دنبال میکردم و اصلا یادم رفت چی میخواستم بگم. من کمکتون میکنم اگه یادتون رفت. ببینین، نه خیلی ممنون، وقت کم داریم. ببینین یه فیلمی، نه خواهش میکنم، ببینین یک فیلمی اومدن گذاشتن تو شبکه های اجتماعی که چون یه 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من مخصوصا میخوام به این فیلم بپردازم. شبکه اجتماعی یه فیلمی گذاشتن که من نمیدونم اینو صدا و سیماشون هم پخش کرده یا نه، خواهرزاده شماست. بزنین ببینیم این تیکر رو. میگویند برقص تا برقصیم شخصی. مردم این مملکت 40 سال است که رقصی چمرانگونه دارند. رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست. پس بتاز تا بتازیم. بعد اومدن رفتن منزل خواهرتون و یه گزارش 15-16 دقیقه‌ای درست کردن، تو خبر سیماشون خبرشون پخش کردن و مکرر پخش کردن. اونم به یه تیکش رو ببینیم برگردیم. نه اگه مجبورتون کردن اینجا بشینید، 23 مجبور کرده، مجبور کردن و پول میدن و اینا. نه از این حرفا خیلی زیاده، سفارشیه و اصلا از این حرفا خیلی زیاده. اینو میدونه مسیح، میدونه من به خاطر ولایتم اومدم، نمیتونم بگینی به زور آوردم. پیشاپیش میگن اگه ما معروف این به گرفتن اعتراف اجباری و فیلم های ساختگی، نه این فیلم زورکی نیست. وقت داریم؟ آره، یکم دیگه، یه تیکه دیگه شو ببینیم برگردیم. اسم خودش رو ایشون گذاشته فعال حقوق زنان. ایشون داره حقوق زنان دفاع میکنه، چون مثلا میگه حجابتون رو بردارید عکس بگیرید، این حجاب اجباریه. خودش هم میدونه این کارش اشتباهه، ولی فکر میکنم که حالا واقعا احساس میکنم خودش نیست، چون معصومی که من میشناختم این نبود. الان میاد این حرفا رو که میزنه اصلا خودش نیست. اگه خودش باشه چرا همیشه چشمانش گریانه؟ چرا همیشه چشماش پف کرده؟ چرا شاد نیست؟ چرا تا زمانی که پیش من بود، یعنی اینا رو دارم میگم حتی این بشنوه. خانم علی نژاد، 2 دقیقه وقت داریم متاسفانه، یا شاید خوشبختانه شاید 2 دقیقه هم زیاد باشه برای پاسخ دادن به این موضوع. چرا اینا این اواخر رفتن سراغ شما و اینجوری سراغ خواهرتون، سراغ فلان اینا؟ چرا شما 4-5 سال گذشته پستای اینستاگرامیتون من میدیدم تا 6-7 میلیون هم همچنان بیننده داره، حالا چرا تازه؟ خیلی واضحه آقای فلاحتی. اخیراً شما میبینید که موج نارضایتی ها در جامعه زیاد شده
و اونها دارن دقیقاً نگاه میکنن و رصد میکنن که زنان ایرانی در صدر قرار دارن، زنان ایرانی صداشون جهانی شده، زنان ایرانی بدون ترس نافرمانی مدنی میکنن. بنابراین به خاطر این که بخوان من رو فقط بشکنن نرفتن سراغ خانواده‌ام، کما اینکه شما میبینید که در همین برنامه مؤکداً تأکید میکنن، اصرار میکنن که ما به خاطر حجاب میایستیم، ما از جانمون میگذریم، در حالی که نمیدونن شاید یا واقعا خودشون رو به خواب میزنن که بخشی از زنان کمپین ما جونشون رو در واقع گذاشتن کف دستشون. اونها هستن که دارن با شجاعت اعتراض میکنن و زندان میرن، باتون میخورن، تحقیر میشن، تبعید میشن، از خانوادهشون دور میشن و مبارز واقعی اونا هستن که هیچ وقت فرصت به تریبون در رسانه و رسمی داخل کشور خودمون پیدا نمیکنن. چرا؟ چون میخوان ایران برای همه ایرانیان باشه، چه کسی که حجاب بر سر داره، چه کسی که حجاب رو نمیخواد. من ناراحت نیستم از اینکه خواهرم یا خواهرزادم متفاوت با من فکر میکنن، اما چیزی که غم انگیزه و دردناکه اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از یک خانواده‌ای که خود خواهرم میگه خونه دار استفاده میکنن تا بین خانواده ها جدایی بندازن، اونها رو علیه همدیگه بشورونن، ولی جرأت نمیکنن که آیت الله علی خامنه ای رو، ولایت فقیه رو بنشونن رو صندلی و بگن چرا خواهرزاده شما براندازه، چرا خواهر شما و شوهر خواهر شما درست در روزهای جنگ که خانواده ها جلوی خمپاره و گلوله صدام بودن در آغوش صدام بودن، چرا از خواهر من استفاده میکنن، چرا به مادر من فشار میارن فقط به خاطر اینکه من متفاوتم جلوی رهبری وایستادم، ولی حاضر نیستن خامنه ای رو بیارن که از خانواده اش اعلام براءت بکنه. این رو باید مردم بدونن. خانم مسیح علی نژاد، سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه صفحه آخر. بریم پرده آخر. من معذرت میخوام برای اینکه توضیح بدم که متوجه بشین که عمق خنده اون آخونده توی این پرده آخر رو، چهار تا شخصیت داره این پرده آخر. آقای حسین دهباشی شخصیت پرده آخر ما نیست، چهار تا شخصیت داره. یکشون علامه محمد علی جعفریه که 20 سال پیش مرده، درست 20 سال پیش مرده. یکشون کانت، فیلسوف آلمانی کانت، امانوئل کانت که 205 سال پیش مرده. یکی دیگرشون دکارت، فیلسوف فرانسوی است که 368 سال پیش مرده. علامه جعفری هم 20 سال پیش مرده. پرده آخر، مرحوم آقای محمد تقی جعفری بود. پدرم خیلی بهش احترام کرد، خیلی احترام کرد، دست به سینه ایستاد، استاد. با اینکه هم سن سال تقریبا بودن ولی خیلی احترام میکرد پدرم رو. بعد که ایشون رفت گفتم پدر ایشون کیه؟ گفت ایشون نمیشنی؟ ایشون علامه است، ملاست، چندین زبان بلده، تو فقه استاده، تو اصول استاده، تو فلسفه استاده، خیلی فلسفه غرب و خوب میشناسه. من برای اولین بار مثلا کانت و دکارت رو از ایشون تو اون روز شنیدم که ایشون فلسفه کانت و دکارت رو مکاتبات با اینا داره، مکاتبات با این رو داره، فلسفه غرب و خوب بلده، خوب بلده. با کانت مکاتبات داره؟ کانت، بله، با کانت. من دکارت گفتم، با کانت. قش کردین. شب و روزگار خوش.